از گردهمایی امروز در وزارت خارجه ایالات متحده آغاز میکنیم. تفاهم نامه میان شما و نماینده خاصی وزارتخانه به امضا رسید که کمک های صحی را تا سال 2013 به عودت کنندگان افغان متعهد میشه. آیا بعد از سال 2014 به امداد و کمک های در عرصه انکشاف مدنی در افغانستان خوشبین هستین یا خیر؟ تشکر از این فرصتتان و از اینکه خبر نشر میکنین. تفاهم نامه را که ما امروز امضا کردیم در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک قدم بسیار مهم است. سکتور صحت در افغانستان سکتوری هست که دستاوردهای مهم و چشمگیری را بر مردم افغانستان در سالهای گذشته داشته. پیام ما ای بوده که ما دستاوردهایی را که ما داشتیم ما در حقیقت تانستیم که به دورترین نقاط افغانستان رسیدگی کنیم. میزان مرگ و میر در نزد خانم ها و در نزد اطفال که یکی از بلندترین میزان مرگ و میر ها بود در دنیا نسبتاً پایین آمده، مؤثریت کارهای ما نشان داده شده. برنامه هایی را که ما روی دست گرفته بودیم به طور مثال تربیه قابله ها یا به طور مثال عرضه خدمات صحی یا Basic Package of Health Services، اینها نتایج مثمری را بر مردم افغانستان نشان داده و این نتایج مستند شده. پیام ما همچنانی بود که هر دلار که بر افغانستان به سکتور صحت کمک میشه، من حیث مسئول صحت هم جوابدهی و پاسخده هستم. ما در مورد شفافیت، در مورد حسابدهی و در مورد از این که ما تعهدات جدی در راستای بهتر ساختن صحت و سلامتی مردم افغانستان داریم با مقامات ایالات متحده صحبت کردیم. برمیگردیم از موضوعات سیاسی به عمل کرده وزارت صحت عام. فکر میکنین که آیا بودجه ای که شما دارین، ظرفیت کاری که وزارت خانه داره، قابلیت ازیرا داره که باز هم در طول چند سال آینده بتونه به شکل گسترده تری با این مشکلات مواجه شوه و از اینا پیروز بدر بیایه؟ 10 سال قبل در هر 30 دقیقه یک مادر در افغانستان از بین میرفت و این مستند شده. این توسط تحقیقات و شواهد علمی مستند شده که در هر 30 دقیقه یک مادر در افغانستان سبب حمل و ولادت جان خود از دست میداد. آله در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان جان خود از سبب حمل و ولادت از دست میده. بنابراین این موضوع صحیح است که یک موضوع صحی است، اما در این زمان یک موضوع اجتماعی و انکشافی هست در افغانستان. و کارهایی را که وزارت کرده در سالهای اخیر نشان داده که با بعضی اقدامات و استراتژی های بسیار مؤثر ما تانستیم که مرگ و میر پایین بریم. مثلا تربیه قابله ها، مثلا رساندن خدمات بر دورترین نقاط افغانستان. من این را باز هم میگم که ما مشکلات داریم. هنوز مرگ و میر بلند است. این که در هر 2 ساعت یک مادر از سبب حمل و ولادت از بین میره هنوز هم یک رقم درشت است، ولی این مرگ و میرها قابل جلوگیری هستند. علم امروز، طبابت امروز، ساینس امروز جواب برای مرگ و میرها داره. اگر یک مادر در دورترین نقطه افغانستان خدمات برش رسانده شود، عمل جراحی صورت بگیره مثلا، مخصوصا اگر کارمندان صحی زنانه در نزدیکش باشه، کارمندان صحی که آموزش دیدن، تربیه شدن مثل قابله و دکتر، ما به صورت بسیار چشمگیر این مرگ و میرها رو پایین میاریم. چند قبل در گزارش گفته شده بود که وزارت صحت عامه اذعان کرده که به دلایل مختلف من جمله موجودیت تنش، هنوز هم حدود 30% یا بیشتر از 30% مردم از خدمات صحی در افغانستان برخوردار نیستند. تنش و جنگ تا چه اندازه روی کمپین های مختلف صحی که شما دارین، گرچه شما خوشبین هستین در مورد برنامه هایی که دارین، تاثیر منفی از خود بر جای گذاشته و عملکرد شما به طور کل تا چه اندازه به این دلیل مختل میشه در افغانستان؟ چالش های امنیتی یکی از مشکلات هست و چالش های امنیتی، تنش های امنیتی کارهای ما را در ساحه سخت متاثر می سازه. ما چند تن از همکاران و هم مسلکان خود از دست دادیم، چند تن زخمی شدن یا مثلا برای مدت اختطاف شدن. اینا بسیار مشکلات عینی است که ما همه روزه در افغانستان با او مواجه هستیم. امروز 30% مراکز صحی در افغانستان حتی یک کارکن صحی زنانه ندارند. و یه سبب، یک علت مهمش مشکلات امنیتی است.
ما قادر شدیم که در بعضی جایا مثلا همسر زن و شوهر استخدام کنیم یا خواهر و برادر استخدام کنیم، برن اونجا رفتن برای یک مدت کوتاه کار کردن، پس آمدن به خاطر مشکلات امنیتی یا برای خاطر مشکلات محیطی دیگه پس آمدن در کابل. این واقعا مشکلات امنیتی یکی از مشکلاتی است که کارهای ما را در ساحه تحت شعاع قرار میده. بله، و طبق گفته تحلیلگران سیاسی، افغانستان در یکی از حساس ترین سالها در عرصه سرنوشت سازی و آینده خود قرار داره. برداشت وزارت ساعت عامه، پلان های شما، طرحهایی که در ذهن دارین و به طور کل آینده افغانستان، به نظر شما چه تحول و یا تغییری را به خود خواهد دید در طول دو سال آینده؟ دو سال آینده سالهای مهم است، سالهای سرنوشت ساز است، سالهایی است که تصمیم مهم در مورد افغانستان اتخاذ میشه. در این تصمیم مردم افغانستان نقش اساسی دارند. در این تصمیم مردم افغانستان خیلی به صورت فعالانه و به صورت من حیث شهروندانی که فعلا از خود قانون اساسی دارن، کسانی که دوبار به پای صندوق رای رفتن و رئیس جمهور منتخب داشتن، باید تصمیم بگیرن. نقش افغانها کلیدی است. افغانها خودشان نقش مهم و سرنوشت ساز آینده کشور خود دارن. ممنون و تشکر از شما دکتر دلیل، از اینکه وقت خود در اختیار تلویزیون تشکر از شما تشکر.